به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و اول هفته شاد و پر انرژی رو آغاز کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظر و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب انتخابات هم به پایان رسید و مردم ایران یه بار دیگه دشمنان این مرز و بوم رو روسیه و فشاری کردن. اول از همه این توییت سلطان فخرآور رو با هم دیگه ببینیم. نوشته که بی‌شرف‌تر از رسانه‌های فارسی زبان سی آن آن هست که امروز برای گزارش خبرنگارش از تهران تیتر زده نخستین انتخاباتی ایران پس از اعتراضات گسترده سال گذشته کثافت و خیانت است. هیکل همه رسانه‌های وابسته به حزب دموکرات فوران میکنه. هشتگ خشونت هوشمند. بابا دیگه چی بنویسه بدبخت؟ این که دیگه فشار نداره. مگه غیر از اینه؟ نخستین انتخابات بعد از اعتراضات سال گذشته به همین سادگی. ولی دوستان، مردمی که با این وضع اقتصادی پای کشورشون میمونن و تا ساعت یک شب واسه رای دادن صف میکشن، بیشک بهترین مردم دنیان. امیدواریم که مسئولین هم پایبند به این ملت بزرگ باشن. شما این تصویر رو مشاهده کنین که حسابی براندازا رو کباب کرده. برف که چیزی نیست، حتی سیل هم بیاد هستیم بر آن عهد که بستیم. این تصاویر هم آقای بامری توییت کرده و نوشته وجود باد شدید و سرمای شدید، مردم این وقت شب در دلگان سیستان و بلوچستان اینجوری برای رای دادن صف بستن. بلوچ پای نظام ایستاده. باشه برای اون جماعتی که واسه این مردم درجه یک و زحمت کش نقشه ها کشیده بودن. این تصاویری هم که مشاهده می‌فرمایین گفته میشه متعلق به گزارشگر من و تو هست، ولی خودش نتونسته پخش کنه، از شدت فشار رفته تو کما. عجیبه واقعا. از نظر براندازا این تعداد انسانی که رفتن رای دادن مردم نیستن و لایق بدترین هان، اما 80 هزار نفری که در داخل کشور مثل زامبی ها همه جا رو خراب کردن و آتیش زدن خود مردمن. حالا این توییت رو هم ببینیم از مزدور عیار اسرائیل. نوشته که سمت راستی رو فردا بزنید، سمت چپی هم به موقعش. منظورش واضحه دیگه، داره میگه که بعد از شکست شدن پایه مردمی این کشور با یه حمله نظامی کار این کشور تمومه. اما برام سواله، اونایی که در تضعیف پایه این کشور کمک کردن از حمله نظامی در امان خواهند بود؟ انسان میتونه معترض باشه دوستان، اما به شکل درستش. شما صحبت‌های این هموطنمون رو داشته باشین. میگم ما راضی نیستیم که از این وضع. خب میدونیم مشکلات هست، بدبختی هست، گرفتاری، فقط میخوایم اونا برای ما تصمیم نگیرن. ولی اگه اونا بگن برید پای صندوق ما نمیریم. اونا وقتی میگن نمید نرید ما میایم. برعکس اون ما همیشه اول. عشق سردار، عشق سردار. بله، این تمام ماجراست. بریم این کلیپ رو هم ببینیم، این پرونده رو ببندیم. یک کلیپ پرفشار از اهالی روستای دوقله یزد که تو این وضعیت پای کار بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جمعه 11 اسفند ماه 1402 با وجود بارش باران برف اهالی روستای دوقله به پیاده به سمت محله اخذ رای حرکت میکنن. بازم تأکید میکنیم که امیدواریم مسئولین قدر این مردم رو بدونن و به خاطر خودشون هم که شده سعی کنن سر قولاشون بمونن. خب بریم سراغ اخبار داغ امروز. با سفر رئیس جمهور به الجزایر شروع میکنیم. رئیس جمهور وارد الجزایر شد و مورد استقبال نخست وزیر این کشور هم قرار گرفت. این سفر یکی از مهمترین سفرهای خارجی دولت آقای رئیسی محسوب میشه که میتونه جایگاه ایران رو در حیات خلوت روسیه به شدت ارتقا داده و بعد از باب المندب منتظر تنگه جبل و طارق هم برای عملیات علیه اقتصاد غربی ها باشیم. البته فعلا لازم نیست چنین کاری انجام بشه.
بشه مگه جنگ لبنان توسط آمریکا و متحدینش آغاز بشه. اما همزمان با این خبر، شرکت کشتیرانی انگلیسی هم اعلام کرد که یک کشتی انگلیسی در دریای سرخ در معرض یک حادثه قرار گرفته است. شرکت حمل و نقل دریایی انگلیسی مدعی شد که گزارش‌های دریافت کردیم مبنی بر اینکه کشتی انگلیسی روبیمار در معرض یک حادثه جدید در دریای سرخ در 16 مایل دریایی در غرب المخاء یمن قرار گرفته. راستی در مورد کشتی روبیمار هم باید بگم که یمنی‌ها گفتن اگر راه کامیون‌های حامل مواد غذایی و سوخت به غزه باز بشه، غربی ها میتونن بیان لاشش رو جمع کنن ببرن. خب بحث غزه شد، این خبرم بهتون بدم. در 147مین روز از تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، گروه مقاومت سرای القدس شاخه جنبش جهاد اسلامی از موشکباران شهر اشغالی اسقلان و دیگر شهرک های اطراف نوار غزه خبر داد. بایدن هم که دیده بدجوری اوضاع خرابه و دیگه صحبتهاش پشیزی نه برای دوستاش نه برای دشمناش ارزش نداره، برگشته گفته که امیدواریم تا ماه رمضان به توافق آتش بس در غزه برسیم، اما هنوز به آن نزدیک نشدیم. بایدن در واکنش به آخرین اقدامات رژیم صهیونیستی در الرشید غزه گفت ما اعتماد داریم که اسرائیل در مورد شرایط حادثه دیروز غزه تحقیق خواهد کرد. به طور قطع نمیدانیم که اسرائیل اولین کمک‌های هوایی را چه زمانی به غزه انجام خواهد داد. واقعا در وقاحت این شخص زبان قاصره. ایشون همین چند روز پیش مدعی بود که دوشنبه قرار آتش بس بشه. خب پیر مرد، یه سنگی رو که از پسش بر نمیای بذار زمین. شما حرف نزنی مردم نمیگن لالی باور کن. چرا انقدر خودت و مثلا ابهت ایالات متحده رو به فنا میدی؟ تا بحث آمریکاست، این خبرم بگم خدمتتون که تعداد پرسنل نظامی ایالات متحده مستقر در آلمان به طور قابل توجهی به 50,000 نفر در دوران ریاست جمهوری بایدن افزایش پیدا کرده که نشون دهنده تشدید تنش‌ها در اروپا است. دویچه وله در وبسایتش نوشته که تعداد پرسنل نظامی ایالات متحده نیز در چند سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و از زیر 39,000 نفر در سال 2019 به بیش از 50,000 نفر در سال 2024 رسیده است. مدیونین اگر فکر کنین که آمریکایی‌ها برای محافظت از خودشون دارن اروپا رو به اولین جبهه‌های جنگ در صورت درگیری تبدیل می‌کنن. فعلا که خیلی زوده در این زمینه صحبتی بکنیم، اما داستان اونجا جالب‌تر میشه که لئونید رشنیکوف، ژنرال بازنشسته سرویس اطلاعات خارجی روسیه، اعلام کرده که کشورهای عضو ناتو به اشکال مختلف در جنگ اوکراین حضور دارند. وی در این باره میگه که نیروهای ویژه آمریکا، فرانسه، انگلیس و حتی آلمان در اوکراین با روسیه می‌جنگند. این در حالیه که پوتین بارها در مورد این مسئله به اروپایی‌ها هشدار داده بود و گفته بود که موشک‌های هسته‌ای ما تا خود اروپا میرسن. ضمن اینکه در این یکی دو روز گذشته جنگ بین اوکراین و روسیه به شدت تشدید شده، دیگه شما خودتون پرتقال فروش رو پیدا کنید. همزمان با این اخبار در خاورمیانه هم جنگ در جبهه شمال رژیم صهیونیستی به شدت در جریان هست و حزب الله امان صهیونیست‌ها رو بریده. بعد از حملات موشکی و راکتی شب و روز گذشته، حزب الله دقایقی پیش با پهباد یکی از مهمترین مقرهای رژیم صهیونیستی رو هدف قرار داد. حزب الله لبنان طی بیانیه اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی در حمایت از مردم نوار غزه صبح امروز با پهباد انتحاری، فرماندهی بخش تازه تأسیس پایگاه لیمان رژیم صهیونیستی رو هدف قرار داده و پهباد مستقیما به اهداف اصابت کرد. همزمان سرای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، هم اعلام کرد که با موشک سام 7 پهباد هرمس 900 رژیم اسرائیل رو بر فراز منطقه بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه رهگیری و سرنگون کرده است. سرای القدس در بیانیه خود اعلام کرد که این عملیات را با همکاری گردان‌های المجاهدین انجام داده است. موشک سام 7 از نوع موشک‌های دوشپرتاب زمین به هوای کم ارتفاع با قابلیت هدایت گرمایابه ساخت روسیه است. این دومین باره که پهپادهای میلیون دلاری اسرائیل با سامانه‌های ساده و دم دستی مقاومت به خاکستر تبدیل میشن. و اما در انتهای این ویدیو بریم سراغ دو تا خبر داغ و مهم در مورد قدرت نظامی ایران. اولیش امضای پیمان دفاعی بزرگ ایران و ارمنستان هست که در پی این توافقنامه ایران مجاز به حضور نظامی در ارمنستان شد. پس از جنگ دوم قره‌باغ، ارمنستان به دلیل برتری نظامی باکو مجبور به پذیرش صلح شد که در نتیجهش هم بخشی از قره‌باغ به آذربایجان الحاق شد. اما از اونجایی که باکو هدف بزرگتری رو دنبال میکنه و قصد داره تا بخش‌های دیگری از جمله سیونیک ارمنستان را از این کشور جدا کنه، مقامات ارمنستان
افغانستان هم با آگاهی از این نقشه باکو تصمیم به امضای پیمان دفاعی با ایران گرفتن. از اونجایی که بخش سیونی که ارمنستان از لحاظ ژئوپلیتیکی برای ایران بسیار اهمیت داره، این پیمان دفاعی بین دو کشور به امضا رسید تا نقشه شوم باکو محقق نشه. در این مورد چند روز پیش هم اگر یادتون باشه صحبت کرده بودیم، تازه خبر رسمیش منتشر شده. و اما خبر بعدی، ایران 14th قدرت نظامی دنیا طبق رتبه بندی گلوبال فایر پاور. گلوبال فایر پاور که یک وبسایت تخصصی نظامی برای رده‌بندی قدرت‌های نظامی 145 کشور بر مبنای بیش از 60 شاخص هست، ایران رو در رتبه 14th قرار داده. در این رتبه بندی ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، هند، کره جنوبی، انگلیس، ژاپن، ترکیه، پاکستان و ایتالیا به ترتیب در رتبه های 1-10 جای گرفتن. ضمناً قدرت سپاه هم در این لیست لحاظ نشده. بازم مثل دفعه قبلی قدرت و جایگاه واقعی ایران رو در این زمینه برامون کامنت کنین. خیلی ممنون و متشکرم عزیزان که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه هر باشین.